در تحت آب‌های آبی رنگ جزایر هاوایی نباتات کشف گردیده است که با جریان آب در حرکت است و خطر است که حیات را در درون بحر خفه می‌سازد. آنچه که موجب نگرانی ما شده است کشف نباتات خیلی نادر است که این گیاهان مانند انواع مهاجم عمل می‌کنند و این موضوع نگران کننده است. آلیسن شورت می‌گوید تحقیق کنندگان اداره ملی ابحار و فضایی نوع توده‌های الجی جدید را که قبلا دیده نشده بود کشف کردند. این یک گیاه خطرناک بحری است و ما حتی هنوز نامی برای نوع الجی های کمیاب نداریم. شما به ندرت چنین چیزی را در محیط زیست مشاهده می کنید که واقعا نمی دانید چیز را از کجا آمده است. شروط می گوید این گیاه بحری مزرعه کشف شده در سال 2019 بخش از مرجان ها را پوشانید. راندال کاسکانی می گوید که این نباتات نه تنها سایر آبها را خفه می کند بلکه سبب نابودی صنعت محلی جهانگردی نیز می گردد. هرگاه چیز مانندی گیاه بحری دوباره با وایکیکی یا به سایر جا در جزیره هاوایی برگردد، در این صورت یک فاجعه اکولوژیکی و اقتصادی را به میان خواهد آورد. هرگاه چنین الجی نسبت به مرجان ها در این آبها بیشتر نمو کند و آنها را خفه سازد، در این صورت به صنعت گردشگری آسیب جدی خواهد رسید. علاوه بر بلند رفتن درجه حرارت آبها در اطراف سلسله جزایر سیشیل در شرق افریقا سبب می‌گردد تا میزان موجودیت اکسیژن در آبها کاهش یابد و به ماهی‌ها در زمانی که در مرحله جنینند و یا تازه تولد شده‌اند زیادترین خطر را متوجه می‌سازد. دلیلی که موجودات در برابر حرارت زیاد حساس هستند ایست که کاهش میزان اکسیژن زندانجان ها را در معرض خطر قرار می دهد. از میان انواع ماهی هایی که در ایالات متحده به شدت از گرم شدن آبهای بحری خیلی آسیب خواهد دید، ماهی نوع پولاک الاسکایی است که صنعت ماهیگیری کشور به آن وابسته می باشد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.